بفرمایید. سلام. سلام خانم، بفرمایید. خانم دکتر، من یه سوالی از خدمتون داشتم. خب. من نمیتونم چیزایی که، من یه خانمی هستم که درآمد خوب پورساز بودم، ولی چیزایی دیگه که به دست آوردم نمیتونم نگه دارم. الان به نظر شما چه تراپی باید برم؟ یعنی چی، قمار میکنی؟ نه. با چی کار میکنی؟ خانواده هم متاسفانه، به خصوص برادر و خواهرم. برادر خواهرات هر چی شما در میاری میگیرن؟ از احساسات هم تحت تاثیر قرار میدن. نمیدونم این مرحله میخواد، این جهیزیه میخواد، اون سیستمونی میخواد، اینجا خب به دکارم سقف فلانی اومده پایین و من از دست میدم، دوباره به دست میارم، ولی اینا همش میگن نه. خب من فکر میکنم شما اقتصادی خیلی خوششانسم، پورسازم، ولی متاسفانه اصلا بلد نیستم نگه دارم. اجازه بده، من فکر میکنم که شما یه آدم مهرطلبی هستی که برای به دست آوردن مهر دیگران بهای سنگین میپردازی و قضاوتتم نه، نه اجازه بده، اجازه اول بودم و اجازه. همیشه تمام مسئولیت اینا رو من از 3 سالگی مادرشون بودم و مثلا یه وقتی، مثال میگم، یه لباسی رو 2 تا 3 تا مثلا میرفتم میخریدم، میگفت تو خجالت نمیکشی 3 تا لباس به این شیکی گرونی مارکدار پوشیدی؟ مثلا برادر با یه دونه کتونی ساده است، یه همچین چیزی بود. و من همیشه وقتی که یه چیزی رو خیلی لوکس یا خوب، خیلی بهتر از اونا داشتم، خودم خجالت میکشیدم. شاید مهرطلب نباشم ولی نمیدونم. خب اجازه بده، اجازه بده. متاسفانه شما مادر در قید حیاته؟ نه. خیلی خوب، ولی در وجود وقتی شما وقتی که مادر فوت کرد، البته 3 سال پیش بود، من گفتم دیگه راحت شدم راستش بعد از عزاداری ها و اینا. خب دیگه هی امر و نهی نمی کنه، نمیدونم اینجوری کن اونجوری کن، جای من این فلان. ولی الان که در مرز میان سالی هستم، 50 سالگی، و دوباره یه سری سرمایه گذاری کردم، یه سری خوشبختانه باز روی ریل افتاده، ولی متاسفانه باز اومدن و احساس میکنم دیگه اگر من دیگه قدرت اون قدیم. شما بچه نداری؟ کار کنم و چیزی داشته باشم، این یه پشوانه برای من بخود. یه لحظه اجازه میدی؟ من چند تا سوال. خواهش میکنم. اوکی. شما فرزند داری خودت؟ بله بله. چطور فرزندان شما مراقبت نمیکنن از اون چی که شما داری؟ اینا درس میخونن، کوچیکن هنوز از نظر چیز. همسر شما چی؟ بله؟ همسر شما چی؟ فوت کرده. خیلی خب، ببین اتفاقی که افتاده اینه که شما میگی مادر مرد، فکر کردی راحت میشی. نه، مادر درون شما هنوز زنده است. یعنی شما هنوز با یک مادر قدرتمندی که برای شما حقوقی قائل نیست و نقش مادری خودش رو دوش شما انداخته برای اینکه خودش احساس راحتی کنه، اون مادر هنوز در وجود شما زندگی میکنه. دقیقا. شما در کجای دنیا زندگی میکنی؟ من الان از دست اینا فرار کردم اومدم اروپا، ولی باز از طریق تلفن و ایمیل و اینا باز راحت نیستم، احساس میکنم بیخ گوشم هست. اروپا یا آمریکا؟ اروپا. خیلی خوب. نه، شما مشکلت اینه که نه نمیتونی بگی و احتمالاً قدرت این که اونا بگن تو خواهر بدی هستی، قدرت شنیدن اینو نداری. و نقشت خانم گفتم هر وقت رفتم استرداد کنم یه چیزی رو که خونه ای که دادم، گفتم بشین کرایه نده هر وقت، ولی گفتم 6 ماه قبلش بهت میگم برو جا پیدا کن، میگه چی مال منه، بلندم نمیشم، چه هر کاری دوست داری برو بکن. خیلی خوب، اجازه بده. فوشو بعد ویرا هم میدن. یعنی اول عزیزم یه لحظه وقت مالمو میخوام یزید میشم. شما اول فوشو بعد و ویرا الانم که نمیدونم یه سری چیزا. اصلا خان دکتر به من بگو چه تراپی برم، نمیتونم. راست میگی، اولش نمیتونم، انقدر که گریزاریه نن بگم. وقتی هم که میدم امام حسینم، بعد 4 روز میشم یزید و حرمله. عزیزم یه لحظه گوش بده. شما اولین کار اینه که فعلا رو صندلی قربانی نشستی و میگی من قربانی این همه
تجاوزات و این همه بی‌انصافی ها و این همه بی‌عدالتی های خواهر برادرام هستن. مادامی که رو این صندلی نشستی چیزی عوض نمیشه. هر وقت تصمیم گرفتی از رو صندلی قربانی بلند شی، بشینی رو صندلی مسئول، بگی من تا حالا این چیزها رو به اینا دادم، من مسئول این همه ضرریم که به خودم زدم، من مسئولم که اینها وقتی چیزی که میخوان بهشون ندم مثل بچه نونور عربده میکشن، من مسئول همه اینا هستم. و بعد از اینکه رو صندلی مسئول نشستی، از خودت باید بپرسی اگر تمام کارهایی که برای اونا میکنی استاپ کنی چی اتفاق میفته. بعد از خودت باید بپرسی، تازه تو اینجا ترس هات ظاهر میشن، ترس از تنهایی، ترس از حرف مردم، ترس از روح مادر تو خوابت بیاد، ترس از اینکه اینا یه بلای سر بچه هام بیارن، ترس 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 ترس. این ترس ها رو باید جلوی خودت بذاری و بعد با دونه دونه این ترس ها کشتی بگیری و بزنیشون زمین. اگر برای این کار خودت قدرت نداری، با یک روانشناسی مشورت کن، و الا نقش قربانی رو بازی کردن مشکلی رو حل نمی کنه. بفرمایید دوست.